قاعده 93 به صفات خاص ملائکه ایمان داشته باشیم. ملائکه دارای صفات خاص هستند. یعنی ملائکه مقام خاص دارن، یک صفتشان است، بسیار مقام عالی دارن، غیبا نمی فهمن، به این تسلیم باشیم و معصوم هستند. و در باری کلی از این آیات قرآن است. قاعده 94 بدانیم که ملائکه دارای وظایف خاص می باشند. وظایف ملائکه را بفهمیم. یک ملک جبریل امین است، وظیفه چی است؟ رساندن وحی است. ما شما میشناسیم. ملک دیگه که به نام اسرافیل است، به نام آمده، ای دماندن سور است در قیامت. میشناسیم، ایمان داریم. مسئولیت جزا دادن برای ملائکه برای گناهکارا در دوزخ توسط ملائکه میشه. الله میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، قو انفسکم، ام نفسایتان را وقایه بکنین، و اهلیکم و اعضای خانواده و زیردستایتان از آتش دوزخ چی کنین؟ وقایه بکنین. فهمیدین؟ یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. او مرد ما که از دخترایتان بیخبر هستین، از بچایتان بیخبر هستین، از خانمت بیخبر هستی، از خواهرت بیخبر هستی، از مادرت بیخبر هستی، از زیر دستت بیخبر هستی، خدا و اعضای خانواده از آتش دوزخ چی کو؟ نجات بتین. دوزخی که وقود و حناس و الحجاره، که درگرانش که او را خوب آتش تازه میکنه. مثلا آتش تیز است، در می آتش تازه تو یک ورقه میپردینه و اونوز برد میکنه. امی کاغذی که دستر از یه انداخته میشه، اناس و انسان هاست و اول حجارت و سنگ ها. سنگ ها را میگه بعض مفصل میگه، میگه اون سنگ هایی هست که از او بت ساختن، اما بتش از انده میره در پیشی در آتش میپرده. اینه میگه بگه نجات بتید، تمام روز میگفته که اینه بت مره نجات میده. اینه امو چوب و امو توغ و امو سنگ و امو چیزایی که تو ماچ میکردی و قود و هنناس و والحجار علیها. باز میگم دمی دوزخ کی مکلف است؟ علیها ملائکتون غلاظون شدادون. باز در اونجا یک تعداد ملائکه هستن که بسیار غلیظ هستن، شدید هستن. لا یعصون الله ما امرهم. پس وظیفه بعضی از ملائکه چی است؟ جزا دادن است برای جهنمی ها، الله نجات بده در جهنم. یک تعداد ملائکه هستن که وظیفهشان حمل عرش است. یک تعداد ملائکه هستن که امرای ملک الموت. کلمه اسرائیل که از در قرآن و سنت نامدیر استعمال نکنین، ملک الموت آمده. ملک الموت و همکارایش هستن که یا مکلفیت و چی دارن؟ به قبض ارواح دارن. یعنی قبض روح، گرفتن ارواح، ای کار الله هست. لکن امر میکنه بالای کی؟ بالای ملائکه که در اصلشان ملک الموت است و دیگه همکارا هم دارن. دیگه بعضی از ملائکه هستن که مراقب مخلوقات هستن. یعنی وقتی که مخلوقات می باشه، ما شما ملائکه مراقبت میکنه. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. وقتی که دو نفر با هم میشکنه، یکی طرف راست شیشه، یکی طرف چپ شیشه، روبرو چطور هستی؟ خوب هستی؟ جان و جور از بخیر هستی؟ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ گپی را نمیزنه مگر مثل یک مراقب هست. اون میشه قرار شیشته، کمره در دستش است، هر گپی که بزنی همین نقطه نقطه برای چی میکنه؟ این چی میکنه؟ باز میگه فهمه یعمل مثقال ذره خیرا یره. باز به چشم خود میبینه، باز روز قیامت فیلمت برات نشان میده که اینه در فلانی جای اینی کار کرد. فیلمت که برامد باز هیچ کسی که این کار کرده نمیتونه. این ای ملائکه هستن. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ سخن از آن دارم مگر یک ملائکه که پایت از خود غیبت میکنیم، رشخند میزنیم، پس پسک میکنیم، ملائکه قرار کل شبت میشنه در روز قیامت میخیده سر شهادت میتنه. دیگه از ملائکه حفظ اعمال مخلوقات است که ما شما کرام بررح کستنی ملائکه هستن، کرام کاتبین، که این ملائکه چی میباشن؟ به همراه انسان میباشد، دو نفر روزانه میباشد، دو تای شبانه میباشد، همراه از هر انسان. اینا چی هستن؟ ملائکه هستن که اعمال انسان حفظ میکنن. خب دیگه از جمله چی هستن؟
عبادت ملائکه که است به اشکال مختلف میکنن. یک تعداد ملائکه هستن که در حالت رکوع هستن، یک تعداد ملائکه هستن در حالت سجده هستن. این ملائکه این قسم است. دیگه یک ملک به نام میکائیل است که به نزول باران امر شده که وقتی باران میشه الله سبحانه و تعالی بر ازی حکم میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.